درود بر شما دوستان و همراهان همیشگی. امیدوارم هر جا که هستید شاد، سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید. موضوع این ویدیو را به مردی اختصاص دادم که صدها سال پیش به حقایق و ماهیت زندگی و رمز و رازهای آن پی برد، ولی نیروهای تاریک مانع آن شدند که آن مرد اطلاعات خود را با جهان به اشتراک بگذارد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید و حتما تا آخر ویدیو من را همراهی کنید. در طول تاریخ همیشه افرادی بودند که از توان خود در مخالفت با قدرت‌های حاکم دریغ نکردند و همیشه با قدرت‌هایی که با قوانین خود آزادی را از انسان‌ها سلب کردند و انسان را به بردگی کشیدند، جنگیدند. همیشه افرادی بودند که عمر خود را صرف پیدا کردن حقایق زندگی کرده باشند، حقایقی که می‌توانسته باعث بیداری انسان‌ها شود، حقایقی که می‌توانسته پایان این زندگی ماتریکسی باشد، حقایقی که صاحبان قدرت از عمومی شدن آنها همیشه ترس داشتند و با تمام قدرت مانع نشر این حقایق می شوند. ولی خود آنها با استفاده از این اطلاعات قدرتمند بر مردم حکومت می کنند. اما زمان آن رسیده که همه انسانها با این حقایق آشنا شوند. اکنون زمان بیداری فرا رسیده است. 472 سال پیش، یعنی در سال 1548 میلادی، در ایتالیا در نزدیکی شهر ناپل پسری به دنیا آمد که خانوادهش نامش را فیلیپو گذاشتند. فیلیپو که نام خانوادگیش برونو بود، در 14 سالگی برای اینکه آموزش الهیات ببیند و کشیش شود از طرف کلیسای ناپل پذیرفته شد. در آنجا بزرگان کلیسا نام جوردانو را بر روی او گذاشتند و از آن زمان به بعد با نام جوردانو برونو شناخته شد. جوردانو برونو که بعدها به کشیش، فیلسوف و کیهانشناس معروف شد، در زمانی که در کلیسا بود دسترسی به کتابهای ممنوعه داشت، کتابهایی که فقط در دسترس بزرگان کلیسا قرار داشتند و هیچ کس اجازه نداشت این کتابها را با خود به بیرون از کلیسا ببرد. در قرن 15، زمانی که جهان در تاریکی به سر می برد و مردم تفتیش مذهبی و عقیدتی می شدند و صاحبان قدرت با سوزاندن و کشتن مخالفان و همچنین با ممنوع کردن بعضی از کتاب‌ها و سوزاندن آنها ترس را گسترش می دادند، جوردانو برونو از طریق کلیسا دسترسی به یک سری اطلاعات مهم پیدا کرد و حقایق زندگی بر او آشکار شد، حقایقی که زندگی او را برای همیشه تغییر داد. و تازه بعد از تقریبا 500 سال انسان آماده دریافت این حقایق شده است. البته نیروهای تاریک همچنان مانع رسیدن مردم جهان به این آگاهی می شوند و تلاش می کنند با ایجاد ترس در جهان سطح انرژی مردم را پایین نگه دارند. جهان در حال رشد انرژیکی است و انسان هم وارد این پروسه رشد شده است. تنها چیزی که می تواند مانع این بیداری شود، ترس، ناامیدی و عدم وجود امنیت است. ترس، ناامیدی و عدم وجود امنیت سه اهرم قدرتمندی هستند که نیروهای تاریک صدها سال است برای نفوذ به ذهن انسانها و کنترل مردم از آنها استفاده می کنند. البته صاحبان قدرت از راههای بسیار زیادی برای نفوذ به ذهن انسانها استفاده می کنند، ولی این سه اهرم همیشه برای آنها نتیجه بخش بوده است. جوردانو برونو در آن زمان در کلیسا به بسیاری از کتاب‌های ممنوع دسترسی داشت، کتاب‌هایی که دید و نگرش او را نسبت به زندگی به صورت کامل تغییر داد. این کتاب‌ها موضوعات مختلفی داشتند، موضوعاتی همچون ماهیت زندگی، قدرت بی حد و مرز انسان، وجود موجودات انرژیکی در ورای بعد فیزیکی و تغذیه انرژیکی نیروهای تاریک از انرژی انسان برای بقای خود. اطلاعات بسیار مهمی در این کتاب‌ها وجود داشتند، اطلاعاتی که درک آنها در آن زمان خارج از قدرت تفکر بشر بود.
نشر این اطلاعات در آن زمان می توانست جهانی دیگر را بسازد و می توانست باعث شود که ما جهانی کاملا متفاوت را تجربه کنیم. البته درک این اطلاعات برای همه انسان ها ساده نیست، ولی افرادی که از لحاظ انرژیکی آماده دریافت این اطلاعات باشند 100% با درک و استفاده از آنها جهانی دیگر را خواهند ساخت. جوردانو برونو در آن زمان به این اطلاعات از طریق خواندن کتاب‌های ممنوعه رسید و تصمیم گرفت که این اطلاعات را با مردم جهان به اشتراک بگذارد. سوالی که اینجا به وجود می‌آید این است که این کتاب‌های بسیار قدیمی را چه کسی یا چه کسانی نوشتند و چرا به دست عموم نرسیدند و چرا این کتاب‌ها فقط در تصرف صاحبان قدرت که همان نیروهای تاریک هستند قرار داشتند. یکی از مواردی که در این کتاب‌های ممنوعه وجود داشت قدرت واقعی انسان بود. در این کتاب‌ها آمده بود که انسان می‌تواند با قدرت ذهنش در بعد فیزیکی تأثیر بگذارد. از این قدرت به عنوان قدرت نامحدود انسان نام برده شده بود. راه‌های تأثیرگذاری بر روی ذهن انسان‌ها به صورت جمعی و چگونگی کنترل مردم موضوعات مهم دیگری بودند که در این کتاب‌ها وجود داشتند. اطلاعاتی که نیروهای تاریک از آنها برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کردند و البته همچنان هم استفاده می‌کنند. برونو در کلیسا فلسفه و الهیات خواند، ولی بعد از اینکه به اطلاعات مهم کتاب‌های ممنوع دست پیدا کرد، تصمیم گرفت آنها را با مردم به اشتراک بگذارد. دسترسی به این اطلاعات و تصمیم به نشر آنها برای او بسیار گران تمام شد، به صورتی که او در 28 سالگی مجبور به فرار از کلیسا شد و سالهای زیادی را در فرار به سر برد. جوردانو برونو کشیش، ستاره شناس، فیلسوف و ریاضیدان بود. کسی که به دنبال رسیدن به حقایق زندگی بود و همین موضوع موجب شد تا او 16 سال از عمر خود را در فرار به سر ببرد. در این سالها به کشورهای زیادی سفر کرد و در نهایت در سال 1591 دعوتنامه‌ای از طرف شخصی قدرتمند به نام جوانی موچنیگو دریافت کرد که از او دعوت شده بود به ونیز برود تا او بتواند به موچنیگو در زمینه تقویت حافظه آموزش دهد. به برونو در دعوتنامه قول داده شده بود که آنها از او محافظت خواهند کرد و دیگر نیازی به فرار نیست. برونو با وجود اینکه ریسک کار برایش واضح بود و می دانست که برگشت او به ایتالیا می تواند خطرناک باشد، ولی این ریسک را پذیرفت و در اواخر سال 1591 میلادی به ایتالیا بازگشت. جوردانو برونو بعد از اینکه پیش موچنیگو رسید فهمید که این شخص برای کلیسا کار می‌کند. موچنیگو از برونو خواست تا راه و روش کنترل ذهن انسان‌ها را به او یاد دهد، زیرا هر کسی در کلیسا نمی‌توانست به این اطلاعات مهم دسترسی داشته باشد. برونو با این خواسته مخالفت کرد و همین موضوع هم باعث شد که او را دستگیر کنند و تحویل مقامات دولتی آن زمان دهند. او 8 سال را در زندان روم در کنار کاخ واتیکان که به سیاه چاله های مرطوب و مخوف مشهور بود گذراند. اتهامات زیادی به او زده بودند. اتهاماتی همچون انتقاد به کاتولیک ها، عدم اعتقاد به تثلیث، ایمان به تناسخ، ایمان به وجود جهان های دیگر و 10 اتهام دیگر که به خاطر همین اتهامات هم در اوائل سال 1600 میلادی محکوم به مرگ شد و او را به صورت زنده سوزاندند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. کتاب‌هایی که به همراه داشت را هم سوزاندند تا برای همیشه از بین بروند. جمله آخر جوردانو برونو برای همیشه ماندگار شد. او گفت: شما حتی از گفتن حکم من هراس دارید، ولی من آن را به راحتی پذیرفتم. بسیار عجیب است که تقریباً تمام دانشی که برونو به دست آورده بود از کتاب‌های قدیمی بود که در کلیسا وجود داشتند. کتاب‌هایی که برونو به عنوان کشیش به آنها دسترسی داشت و این کتاب‌ها باعث شده بود که برونو دید و نگرشش نسبت به زندگی تغییر کند. برونو بر این باور بود که جهان بی نهایت است و جهان‌های زیادی وجود دارد که موجودات هوشمند در آنجا زندگی می‌کنند. او بر این باور بود که ادیان ساختگی هستند
و برای کنترل بشر توسط نیروهای تاریک ساخته شدند. به گفته برونو انسان از ماهیت اصلی خود جدا شده است، زیرا نیروهای تاریک ارتباط انسان با خود برترش را غیر ممکن می کند تا بشر هیچگاه نتواند به واقعیت اصلی و قدرت بی انتهای خود پی ببرد. او در زمینه الهیات هم بسیار متفاوت تر از ادیان فکر می کرد، زیرا برای او هم جهان و هم طبیعت خدا بودند. او معتقد بود که زمین و جهان هستی دارای هوش بی نقصی هستند، هوشی که ما امروز آن را هوش کیهانی می نامیم. درک این گونه مطالب فراتر از مرز ذهنی انسانهای آن زمان بود. به همین دلیل گفته های برونو در آن زمان همه را شوکه کرد. این فیلسوف آن زمان از وجود جهانهای زیادی سخن می گفت که این موضوع ایده خلقت گفته شده در ادیان را زیر سوال می برد. او معتقد بود که ما ابدی هستیم و روح ما هیچگاه از بین نمی رود. ما قبل از این زندگی کرده ایم و بعد از این زندگی هم دوباره متولد خواهیم شد و با یک جسم دیگر مجدداً به بعد فیزیکی باز خواهیم گشت. او می گفت که زمین زنده است، هوش و احساس دارد. او همچنین می گفت که موجودات انرژیکی متفاوتی در این جهان وجود دارند که از انرژی ما انسان‌ها تغذیه می کنند. این موجودات از ترس ما تغذیه می کنند. هرچه جهان در ترس بیشتری باشد، قدرت این موجودات انرژیکی تاریک هم بیشتر خواهد شد. جوردانو برونو در آن زمان پیروان زیادی هم پیدا کرد، ولی هر کسی که راه او را می‌خواست ادامه دهد تحت تعقیب قرار می‌گرفت و مجازات می‌شد. 200 سال بعد از مرگ او در همان مکانی که او را سوزاندند مجسمه او را بنا کردند، مجسمه‌ای که سمبل آزادی است، آزادی فکری، آزادی اعتقادی و آزادی از تعصب مذهبی است. این مرد 400 سال پیش کشته شد و از بین رفت، ولی حقیقت همچنان زنده است. نظر شما چیست؟ به نظر شما این کتاب‌های ممنوعه را چه کسی یا چه کسانی نوشتند و چرا نیروهای تاریک از عمومی شدن آنها ترس دارند؟ اگر شما به این اطلاعات مهم دست پیدا می‌کردید چه می‌کردید؟